سلام دوستان عزیز، به ازورتون بخیر، خوش آمدین به برنامه آشپزی. برنامه شروع شده، به شیرون بر شما یک غذای خوشمزه آماده می‌سازم. ما هم براتون معلومات آماده کردیم راجع به فواید آب زردک. خوبی بسیار مهم از دوستان است که ما بفهمیم میوه ها و سبزی که استفاده میکنیم چی میزان ویتامین داره، چقدر بر بدن ما مفید است. اگر بفهمیم از بعضی ناراحتی ها، از بیماری ها میتونیم که در اثر کمبود ویتامین به وجود میاد پیشگیری کنیم. خب برنامه ما هم تا جایی که میتونم در بخش معلومات دوستان عزیز بر شما میتونیم که هر روز بر شما تا جایی که گفتگان تا توان ما باشه بر شما آماده میسازیم تا که شما هم آگاهی پیدا بکنید راجع به فواید میوه ها در ضمن از سبزی ها. بشی جان، غذای خوشمزه امروز چی است؟ با تقدیم سلام خدمت شما از علاقمنده برنامه آشپزی، غذا امروز یک پلو است که امروز با سبزیجات یک جای آماده می‌سازیم. خب چند بار که در برنامه پلو آماده ساختیم، قابلی آماده ساختیم، شکل مختلف داشت، چیزان مختلف داشت و امروز با مواد آماده ساختیم که واقعا مزه‌دار بود و امروز هم می‌خوایم که امروز با بعضی سبزیجات آماده بسازیم که شکل دیزاین بسیار مقبول داشته باشه، مزهش خودگیش پرسان نکنه و در کنارش یک غذای دیگه برای اطفال آماده می‌سازیم. مو اطفال که زیادتر خوش ندارن که نان چاش بخورن، چای صبح بخورن، نان شب بخورن، برزو هم آماده ساختیم تا بتونن مادرشان برایشان از این غذا آماده بسازن تا اشتهایشان خوب شه و به یک شب ذوق از این غذا استفاده کنن. بسیار خوب، خوب است که ذوق اطفال در نظر بگیریم. در آماده ساختن غذا بسیار مهم است. به می خاطر است که بعضی طفلا هر چی که غذا رو برشان بگیم بخون نمیخورن. اینا میخورن به خاطر که یک غذای که خوردن و مزهش نداد، شاید بگن که عمو دیگه شون مزه نمیده. کل غذا مزه نمیده. بله. به می خاطر ما خواستیم که برایشان یک غذای خاص آماده بسازیم. خب از این غذا که آماده میشن برای اطفال، از این کلانا هم میتونن استفاده کنن. یعنی هر کسی خواسته باشه میتونه استفاده کنن. خوب کلانا وقتی سونه میره شکل خبرش ببینن، دلشان میشه که یک بار امتحان کنن. خب غذا تفلاس، اما بزرگا هم اجازه دارن که استفاده کنن. اجازه دارن. خب دوستان عزیز، شروع میکنیم با مواد لازم. دوستان که میخوان مواد لازم یادداشت کنن، برای شما یک یکی میگم. شما دوستان هم یک یکی مواد لازم یادداشت کنید تا بتونید در خانه‌تون از این غذا خوشمزه آماده بسازید. موادی که ضرورت داریم: برنج پلوی، البته تر شده، گلپی، فاصله، زردک، مرچ دلمه، بادمجان رومی، پیاز، سیر، کنجد، تخم مرغ، آرد سخاری، کچالوی نرم شده، روبه هاتیا. واقعا یک روبه بسیار خوب و خوشمزه است که شما دوستان میتونید با این غذای خوشمزه آماده بسازید. و همچنان دوستان عزیز، داخل دیگ مطر است که دالت جوش است. در مواد لازمه که یادداشت گرفتیم مطر هم باید که باشه. خب اگر نباشه میتونید که به جای از سبزی یک سبزی دیگه انتخاب کنید. ولی سبزیجاتی که شما میبینید، شما میتونید که بعض سبزیجات دیگه رو داخلشان بگذارید تا بتونید یک غذای خوشمزه آماده بسازید. خب در ابتدا به جای گلپی میتونیم که از بروکلی استفاده کنیم اگر خود ما بخوایم که تغییرش بدیم. بله، فرق نمیکنه، سبزیجات شما میتونیم تغییر بدیم. اون غذایی که امروز با سبزیجات آماده میشه، مهم نیست که ما امو سبزی که ما لازم آماده ساختیم دوستان هم آماده بسازن. بعضی وقتا میشه که گلپی پیدا نشه، میتونن به جای گلپی یک سبزی دیگه اضافه کنن، یا فاصله پیدا نمیشه میتونن که مطر اضافه کنن. فرق نداره، مشکل نیست. هر سبزی که علاقه دارن میتونن از اون استفاده کنن. خب آب در حالت جوش است و شروع میکنیم با آماده ساختن دیگه مواد. خب کچالو را که به شکل بسیار خوب و خوشمزه آماده میسازیم بر اطفال، او باشه پسان آماده میسازیم، ولی فعلا باید که اول مواد برنج آماده بسازیم تا وقتی که برنج دم بگیره مواد کچالو هم کاملا آماده میشه. بخاطر از اینکه برنج به یعنی وقت زیادتر ضرورت داره، بخاطر از اینکه دم بگیره، وقتی که برنج دم بگیره اونقدر مزهش خوبتر میباشه. خوبتر میباشه، ما میتونیم خوبتر آمادش کنیم. بخصوص بشیران، شما در اول برنامه گفتین امروز پلو آماده میسازین، از خاطر دیگه. پلو که آماده میسازیم باید یک پلو بسیار خوشمزه دم گرفته باشه. اگر که پلو که آماده میسازیم اگر خوب دم نگیره، به این شکل مزه خوب نمیداشته باشه. ضرورت به یک دیگ کلان داریم، به خاطر اینکه برنج دیگ بسیار خوب دم میگیره. هر چی که جای دیگ کلان باشه، اما بمون از برنج هم خوب دم میگیره. خب داخل دیگ روغن اضافه میکنیم و هر سبزی کس یک بار داخل دیگ اضافهش میکنیم، کمی سرخش میکنیم، بجز گلپی. گلپی رو همراه با مطر یک دفعه داخل آب جوش مندازیم، کما که وقتی 30 الی 40% وقتی نرم شد، بعد از او همراه با مواد دیگه یک جا مخلوطش میکنیم، ولی با اون اندازه نرم نمیکنیمش که
بشوره و یا خراب شود. خب خیلی بشه جان، شما کاری گفتین شود انجام بدین، بر دوستا باز تشریح بکنین. دوستا از قسمی که برتان گفتم برتان معلومات آماده کردیم راجع به فواید آب زردک، با هم میبینیم برمیگردیم، با ما باشین. خواص شگفت‌انگیز آب زردک. آیا می‌دانید که یک گلاس آب زردک 240 سی سی بیش از 8 برابر نیاز روزانه افراد به ویتامین A را تامین می‌کند؟ ویتامین A برای رشد اندام‌ها و خصوص استخوان‌ها لازم و ضروری است. همچنین برای حفظ قدرت بینایی خیلی مهم است. از قدیم گفته می‌شود خوردن زردک باعث می‌شود بهتر ببینید. صحیح است. زیرا کمبود ویتامین A باعث بروز مشکلات بینایی مثل شبکوری می شود. پالک نیز دارای مقدار زیاد ویتامین A است. مخلوط آب زردک و آب پالک نوشیدنی را با وجود می آورد که حاوی مقادیر زیادی ویتامین A است. هرچند که ویتامین A برای حفظ سلامت بدن خیلی ضروری است، ولی باید در حد متعادل مصرف شود، زیرا مصرف مقادیر زیاد ویتامین A باعث مسمومیت کبدی و سایر مشکلات سلامتی می شود. آب زردک همچنین دارای مقادیر زیاد ویتامین C است. یک گلاس آب زردک 35% ویتامین C مورد نیاز در روز را تامین می کند. ویتامین C دارای نقش های متعددی در بدن است، از جمله برای ساخت کلاژن، یعنی نوع پروتئین غیر محلول، در غشاهای پوست، استخوان‌ها و دندان‌ها ضروری است. همچنین یک آنتی اکسیدان قوی است. نوشیدن مخلوط آب زردک با آب توت زمینی یا مالتا، لیمو یا کیوی تمام ویتامین C مورد نیاز روزانه شما را تامین می کند، بدون اینکه نیاز به دریافت مکمل ویتامینی داشته باشید. آب زردک مقادیر خوبی از پتاسیم را دارد. یک گلاس آب زردک 10% نیاز روزانه بدن به پتاسیم را تامین می کند. پتاسیم برای حفظ تعادل الکترولیت ها و سطح مایعات در سلول های بدن لازم است. همچنین در انقباض ماهیچه ها و انتقال پیام بین سلول های عصبی نقش دارد. کمبود پتاسیم در بدن اثرات بدی به همراه دارد، مانند بخار، گرفتگی عضلات، خشکی پوست و افزایش کلسترول خون. نوشیدن مخلوط آب زردک با آب کرفس یا شلغم مقادیر زیاد پتاسیم را به بدن شما میرساند. البته باید توجه داشت، کسانی که مبتلا به بیماری های گرده هستند باید از مصرف مقادیر زیاد پتاسیم خودداری کنند، زیرا برای گرده هایشان خیلی مضر است. آب زردک یک نوشیدنی بسیار کم کالری است. یک گلاس آب زردک کمتر از 80 کالری دارد، لذا برای کسانی که رژیم لاغری دارند مفید است. آب زردک با دارا بودن کالری کم و مقادیر زیاد ویتامین و املاح ضروری در مقایسه با یک نوشیدنی مغذی پرکالری نوشیدنی مطلوب برای شما خواهد بود. برای ورزشکاران و وزنبرداران مقدار کالری آب زردک را می توان با مخلوط کردن آن با ماست، شیر، آیس کریم یا پودرهای پروتئینی افزایش داد. یک گلاس آب زردک تا 6% نیاز روزانه به کلسیم را تامین می کند. دریافت مقادیر کافی کلسیم در برنامه غذایی روزانه خیلی مهم است. رشد و ساخت استخوان‌ها و دندان‌ها در بدن وابسته به کلسیم است، خصوصاً رشد بدن در اطفال. ویتامین دی نیز برای جذب کلسیم لازم است. کلسیم نیز همانند پتاسیم برای انتقال پیام‌های عصبی، حرکت و انقباض عضلانی لازم است. مخلوط آب زردک با آب بروکلی یک منبع خوب کلسیم به شمار می‌رود. همچنین مخلوط کردن آب زردک با ماست یک شیرینی مطلوب کلسیمی را به وجود می‌آورد. دوستان عزیز، آب زردک هم خواص بیشمار داره. بعضی هستن که در موسم دیگه به خاطر اینکه زردک فراوان است، یعنی قیمت نیست، میتونن که از آبش استفاده کنن. خوب است که استفاده کنیم به خاطر اینکه ویتامین ای زیادتر به وجود ما میرسه. در ضمن از این، اگر باز ویتامین ای بیش از حد شود، طبعا نواقص خود داره که باعث ریزش موها میشه و در ضمن از این بعضی بیماری های دیگر به وجود میاره. پس گوش بکنیم که ما قسم ما بین نگاهش کنیم. در ضمن از این، بشه جانم کاری که انجام داده برای شما میگن که چی کارا رو بشه جان وقفه انجام دادین. فکر کنم گلپی رو داخل دیگ انداختین. بس داخل دیگ انداختیمش تا کمی نرم شه و زردک هم کمی که کلان کلان، یعنی از نخوتی که کلان تر میده میده ساختیم. داخل روغن کمی سرخش میکنیم و بعد از اون نوبت پیاز است که باید پیاز اضافه کنیم، ولی زردک نمیخوایم که
100% نرم شود. صرف میخواییم کمک نرم شود. خوب نوبت پیاز است که باید هم رو با زردک یک جای اضافه کنیم. حرارت کمانده بودیم و حالا دوباره زیادش میکنیم. خب تا جایی که معلوم میشه پیاز کم است. پیاز کمی دیگه هم باید میده میده کنیم. چرا پیاز بهتر اضافه میکنید؟ در برنج معمولا بسیار کم پیاز اضافه میکنن. بخاطر از میگن کمه که بویش تغییر بخوره، نه فهم یا که رنگش تغییر بخوره. خب این پیاز تغییر تو زیاد میاره به برنج. برنج هم خوشمزه میسازه و هم یکمی بسیش میکنه. به این شکل باید که به این شکل آماده شود. باید یکمی مخلوطش کنیم. خب تا وقتی که دیگه سبزیجات آماده میسازیم پیاز هم آب میشه، یعنی کاملا نرم میسازه خودت. و این قسمت گلپی رو ببینیم که گلپی به کجا آماده شده. خب گلپی هم آماده است که باید از داخل دیگ بیرون کنیم. و مطر هم نرم شده، هر دوش یعنی نرم شده. مطر تازه بود؟ بله مطر تازه بود که میخواستم که تازه نرم سازیم، ولی پیاز قدر تون بود که امیل از گریه میکشید بخیم. بله میشه شبایتان کاملا سرخ گشته. خب همون که داخل آب اگر میدش کنیم باز خوب تر میشه. خب خوب است امه آب پیاز یا امه بوی پیاز بر چشم بسیار فایده داره. هر وقت نیه یکم وقت. خب هر چیز طبعا زیاد شما نقص خدا داره. آه نقص خدا خود داره صد بیزن. گلپی رو کم تفت دادین، زیاد نرمش نکردین، به خاطر چی؟ به خاطر که بعد از وقت داخل برنج میندازیم داخل برنج هم نرم میشه. به اندازه 30 الی 40%. اگر ما بر حساب دقیقه بگیم بر 2 الی 3 دقیقه داخل آب میمانیمش بس. خب ضرورت به حرارت زیادتر کار نداره، به خاطر اینکه باز گلپی زیادتر نرم میشه، یعنی به وقت کم زودتر نرم میشه. باز داخل دیگ هم نرم شوه خب بیخی دیگه باز معلوم نمیشه هم را با برنج شاید گم شوه. بله. و از آب باقی مانده سبزیجات داخل برنج اضافه میکنیم. به این شکل ویتامین زیاد هم داشته باشن و مزهش دیگه زیادتر میشه. ما اگر کسی میخواین از آب استفاده نکنن در برنج دیگه آب اضافه میکنن، میتونن که از باقی مانده آب سوی یک سوپ خوشمزه برای خود آماده بسازن. چون آب مطر و آب گلپی است. بله. در وقتا غذای مونه میسین کمرا با سبزی است، یعنی گوشت به شیران یک چند وقت فکر کنم که بخیز برنامه آشپزی اصف کردین. خب زیادتر دوستا گفتم که همیش گوشت همیش گوشت. من کمی تغییرات آوردم، گفتم گوشت بخی دور میکنیم هم کمی از سبزیجات و بعضی وقتا در کنارش از گوشت هم باشن. اما بعضی هستن که زیاد گوشت خوش دارن، بعضی هستن که هیچ خوش ندارن، زیاد سرشان بادام میخوره. بله. خب پیاز آهسته آهسته آماده میشه و تا وقتی که آماده میشه باید یکمی افسله کنیم. تا چقدر باید آماده شوه؟ خب دوستان عزیز اگر کاری آماده باشن مواد لازم شما یک بار یادداشت بگیرین تا که بتونین از این غذای خوشمزه آماده بسازین. مواد لازم قابلی مکس سبزی: برنج 1/2 کیلو، زردک 3 عدد، فاصلیه 200 گرام، گلپی 150 گرام، مطر 100 گرام، پیاز 2 عدد، کنجد 50 گرام، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. نتیجه یک تحقیق آمریکایی که در سال 2012 انجام شده نشان می‌دهد امکان آسیب دیدن پلاسانتا یا جفت در خانم‌های باردار که عادت به مصرف هفتگی 2 یا 3 گلاس آب انار دارند بسیار کمتر از سایر خانم‌های باردار است. محققان می‌گویند آنتی اکسیدان‌های فراوان موجود در آب انار جلو آسیب‌های احتمالی که رادیکال‌های آزاد موجود در بدن مادر می‌توانند برای جفت ایجاد کنند می‌گیرند و حتی می‌توانند باعث ترمیم سلول‌های آسیب دیده جفت هم شوند. دوستو با شما هستیم، خوش آمدین به برنامه. خب بشیر جان
مواد لازم بر ما گفته بودن قابلی مک سبزی. این قابلی رو برش گفتم میتونیم؟ بله بله میتونیم قابلی بگیم. یا پلاو یا قابلی. اما برنج است. قابلی، پلاو، ازبکی همش از برنج آماده میشه. خب فکر میکنم غذای اطفال کاملا میسیدن که همه با کمک کار دارین. والا کمک ضرورت داره. خب کچولو است که باید تو رو کاملا میده میده بسازیم. همراه بایی یا کدام چیز دیگه آواز باشه جان؟ همراه از او خوبتر میده میشه. یعنی کمه که دانه دار باید باشه. استیکو بنگیریم. خب به نظر من زودتر میشه همراه بایی ملاقه. چرا یعنی همراه با تراشک وقتی که کچالو جوش میخوره و قسم از تراشک نکشیمش؟ خب اگر به خاطر که ما به شکل میده میده ساختم زودتر نرم میشه. ولی کسایی که میخوان که وقت دارن داخل دیگ بخار کچالو رو بندازن با شکل میتونن که زودتر هم نرم سازندش و هم از تراشک بکشن. باز وقتی خوب نرم باشه از تراشک خوب کشیده میشه دیگه. بله، باز بله بسیار خوب آماده میشه. خب نوبت مساله است. یک کمی که زردچوب اضافه کردیم و نمک هم باید کمی اضافه کنیم. زیاد اضافه نمیکنیم، به اندازه. به این شکل مخلوطش میکنیم. تنمی لازه اگر یک کمی که رو به حدی اضافه کنیم یک قرمه سبزی بسیار خوشمزه آماده میشه. یا رب میخواین اضافه کنیم یعنی؟ بعدا اضافه میکنیم. وقتی آب اضافه کنیم کمی که به خاطر رنگش اضافه میکنیم. خب من میگم دای وقتا باشی جان چپ چپ میگن که چیکن کیوب اضافه نمیکنن. من ایفم که چیکن کیوب کوبیدار استفاده میکنن. خب این یک نوع پودر بسیار خاص و خوشمزه است که به خاطر هر نوع غذا است. حتی ما میتونیم همراه از سوپ آماده بسازیم. طعم دهنده غذا هست دیگه. بله. خب هم مواد مخلوط کردیم، یعنی فاصله پیاز، زردک، مطر همش مخلوط شد. به این شکل باید کمی مخلوطش کنیم و سه دندان سیر به این شکل درست داخلش اضافه میکنیم. حتما سه دندان باشه یا که چهار دندان باشه میشه؟ فرق نداره، چهار پنج هم باشه مشکلی نیست، ولی یک دندان کلان سیر باید خلط کنیم. چرا درست اضافهش میکنین؟ چرا میده نمیشه مثل هر روز؟ خب به این شکل اگر میده میدهش کنیم روی سیر در برنج نباید زیاد باشه، ولی به این شکل اگر باشه مزهش هم زیادتر میسازه و همه خوشبوی به اندازه هم میداشته باشه. خب همه مواد کاملا آماده شده و نوبت آب است که باید آب اضافه کنیم. باشه جان درست شد؟ بله بشتون بیخی کاملا آماده شد. خب اگر تراشک میکشیدیم به این شکل آماده نمیشد، ولی همین شکلی که به می چیزی که من میخواستم آماده شد. یعنی همه قسم دوستا مگه تصویر شب بگیرن همه قسم باید دانه دار باشه؟ بله به می شکل دانه دار اگر باشه خوبتر میتونیم آماده بسازیمش. به این شکل کمی مخلوطش میکنیم. همه مواد کاملا آماده شده. نوبت رو به حتی است. یکمی رو به حتی داخل مواد اضافه میکنیم تا کمی که رنگ خود بکشه. خب بیام بگم نزدیک ما بود. خوشمزه هم آماده شد. قسمی که شما میبینید یک روبه بسیار خوشمزه که دارای دو سرپوش است. یک سرپوش به خاطر از اینکه وقتی استفاده کردیم بار دوم هم بتونیم استفاده کنیم و یک سرپوش آنی دیگه است که باز کردنش هم آسان است. روبه زیادتر اضافه نمیکنیم داخل برنج. بسیار کمی که کمی که رنگ غذا را تغییر بده. بسیار کم رنگ شده تغییر بده. یک برنج از دیگه مزی خوب داره بخاطر اینکه صافش نمیکنین. بله صاف نمیکنیم. همراه با آب خود سبزیجات یک جای کاملا آماده میشه. نوبت برنج. برنج پلاوی باید باشه؟ خب پلاوی اگر باشه بهتر است. یه یعنی برنج پلاوی است که دوم کلگی استفاده میکنه. برنج بسمت خانه است. نه خیلی برنج پلاوی است که همه گی استفاده میکنن. ولی برنج هم در بازار به چندی رقم است. اول، دوم، سوم. این چند دومش هست باشی جان؟ اول گفته گرفتیم. اول گفته گرفتیم حتما ما بین است. ما به خاطر بسیار تکنیک ها و چاله دیگه هست که ما با برنج استفاده می کنم. خب به این اندازه آب اضافه کردیم. به خاطر برنج ترکدگی بود دیگه آب اضافه نمی کنیم. ولی بازم می بینیم اگر ضرورت داشت
این قسمت آب جوش داریم، بسیار کم اضافه میکنیم و اگر ضرورت نداشت هیچ باشه به این شکل. اما میگن که یعنی بعضی از سنمی صداشون هست که میگن همقدر از یک گوشت باید بالا باشه، درست که دیگه هم آب میخور. خب برنج فرق میکنه، همه برنج ها قسم نیستن، برنج ها فرق میکنه و همچنان برنج ترکده و ناتر میباشه که به چه اندازه ما ورتر ساختیم و چه اندازه برنج در وقت ترکدن نرم شده. خب به زیادتر خانمه که در خانه آمده میسازن میگن که به اندازه آب از بالا برنج زیادتر باشه، وقتی آب کم شد بعد از اون دمش میتیم. خب به اون شکل هم میشه و کسایی که بر شکلی که آمخته هستن، یعنی بر شکلی که خوبتر میتونن آماده بسازن، به اون شکل خودشان استفاده کنن تا آماده بسازن برنجا. یه گلپیه که کم نرم شده دیگه 100% نرم شده نیست، یعنی خودتان 30% 100% نرم نساختیمش، به اندازه 30% و ایره هم به شکل. اما اگر بروکلی باشه باز برا دیگم جوش هم نتیم خوب است، اما تا همراه ببرین رگه دمش بتیم خوب تر میشه. بله بروکلی اگر باشه به شکل وقتی که آب جوش آمد داخلش به این شکل اضافهش میکنیم، یعنی نباید که اون زیاد نرم شد ولی بسیار نازک است، باز هم نرم میشه. گلپی خوب کمه که از اون سخت تر است، خوب است کم جوش بتیم که نرم شود. بله بشیرون، مربای کدو رو چی وقت آماده میسازی؟ انشالله در این روز آماده میسازم، فکر میکنم که شاید فردا باشه، شاید فردا باشه، شاید. خب فردا نوبت کدوست، یعنی از کدو هم ربا آماده میسازیم، هم یک پای آماده میسازیم، یک شیرینی. ما بشیرون میفهمم، دوستا خب میفهم بخاطر از اینکه زیاد برشان گفتیم. و ببینیم دیگه چی جور میشه. از کدو غذای زیاد میشه. خب خیر است، باز تصمیم بگیرین فردا. کدو اکثرا در زمستان فصلش میباشه؟ بله در زمستان زیادتر پیدا میشه، در زمستان به خاطر از اینکه فصلش است و هم خوبتر میتونیم از او غذای خوبترش ترشی بسیار خوشمزه آماده بسازیم. کم آب دگام بخاطر از اینکه کم شده بود. برنجی که امروز آوردیم پرجوش است، آب زیادتر ضرورت داره. برنج پرجوش باشه خوب است یا که زود نرم شوه؟ خب اگر پرجوش باشه طعم بسیار خوبی می داشته باشه. خب یک کمی که وقت مرزای می سازه ولی مزه بسیار خوب می داشته. خب خیر دلتان نشکن، نت من اول برتون دادن. اول است. خب کچولی که آماده ساختیم به شکل آب زیاد نداره، نرم زیاد نیست. دانه کنجد، کنجد هم یک غذای میتونیم بگیم که مکمل است، حتی که در بخش معلومات برنامه دیدیم که به جای جانشین گوشت است مثل لوبیا و ناریال واره. و یک چیز دیگه هم گفتن که همراه با کنجد ما میتونیم در برنج اضافه کنیم یا نکنیم که میل از یعنی روغن کنجد وقتی که از او قابل پلو آماده میسازیم دانه کنجد هم اضافه کنیم میتونیم؟ منظورتان همی بود؟ بله میتونیم، مشکل نداره ولی یک کمی زیاد گرم میشه، کسایی که گرمی نمیفروشن و کمتر استفاده کنم، ولی کسایی هستن که خون سرد هستن و کسایی خون گرم هستن، خب خون کسایی خون گرم هستن و کمتر استفاده کنن و کسایی که خون سرد هستن و میتونن خوزیاتر. نظر به مزاجشون از اینکه مزاج گرم کمتر استفاده کنن. بله خب کچولو آماده شد ولی حال نوبت سیر. به این شکل همه سبزیات خرد خرد میده میده میکنیم، همراه با کچولو مخلوط میکنیم و بعد از او کچولی که آماده شده داخل تخم مرغ، بعد از او داخل آرد سوخاری، بعد از او هم میتونیم داخل داش آماده بسازیم و هم میتونیم داخل دیگ همراه با روغن بسیار کم آماده بسازیم. یعنی این سبزی که آماده میسید گفتین که غذا بر تفلاس داخل داش آماده میشه یا کم تا آماده شدگی از دیگه بس است؟ داخل داش هم میشه، میتونیم که داخل داش آماده بسازیم ولی ما میخوایم امروز داخل روغن آماده کنیم، کار ما آسان میشه. و کسایی که میخواد کارشان آسان شه داخل روغن. خب بعضی خوش ندارن روغن زیادتر استفاده کنن، میشه که داخل داش آمدهش بسازن؟ بله داخل داش اضافه بگذارن و کمکی روغن زیتون یا مسکه و یا روغن نباتی بالاش اضافه کنن، میشه که داخل داش. خب
خب زردک هم بسیار نازک نازک برش میکنیم. گفته خودتان خلالی دیگه. بر شکل خلالی و بعد از او به شکل. باز به نخوتی تبدیل میشه؟ بله به نخوتی. خب از نخوتی هم که زیادتر باید میده شود به شکل ماش. این غذا بر طفل چند سال است؟ خب دیگه میتونیم تا خب از 5 سال بالا میتونیم استفاده کنیم. خب هم بغض طفلای که نه و دیگه گفتگان تا هم شیر میخورن یعنی میخواین که بادرشان از شیر جدرشان بسازن غذای نرم باید باشن. بعضی سوپایی که بسیار نرم است از او باید برشان آماده بسازن. دوستان عزیز یک بار دیگه مواد لازم یادداشت بگیرین. یک وقفه دارین برمیگردیم با ما باشین. مواد لازم قبولی مکس سبزی برنج نیم کیلو زردک 3 عدد فاصلیه 200 گرام گلپی 150 گرام مطر 100 گرام پیاز 2 عدد کنجد 50 گرام مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. نتیجه یک تحقیق امریکایی که در سال 2012 انجام شده نشان می دهد امکان آسیب دیدن پلاسانتا یا جفت در خانم های بارداری که عادت به مصرف هفتهی 2 یا 3 گلاس آب انار دارند بسیار کمتر از سایر خانم های باردار است. محققان می گویند آنتی اکسیدان های فراوان موجود در آب انار جلو آسیب های احتمالی که رادیکال های آزاد موجود در بدن مادر می توانند برای جفت ایجاد کنند می گیرند و حتی می توانند باعث ترمیم سلول های آسیب دیده جفت هم شوند. دوستو با شما هستیم. خوش آمدین به ادامه برنامه. بشه جان هم قسمی که دیدین کارایشان انجام دادن شما هم تماشا کردین تا که بتونین از این برنج یعنی گفته خودشان پلا و همراه با سبزیجات آماده بسازین. خب اگر وقت داشتن شما که نتونستین برنامه رو ببینین یک بار دیگه بر شما تشریح میکنن که چی رقم آمادهش بسازین. شاید بعضیا بخواین که غذای نه آماده بسازن مثلا قابلی همیشه است بعضیا شاید خسته کننده شده باشه برشان. خوب است که به جای مو برنج و کشمش و که در روغن سرخ میشه بسیار چرب میباشه به جایش بعضی سبزی های مفید اضافه کنیم که برای صحت ما خوب است. یعنی قابلی خود زیاد است باشه چون در افغانستان قدر زیاد شده که در رستوران هم زیاد از خانه آماده میسازن. بله قابلی زیاد است. خب هر کس حالا منظور ما این است که قابلی نخورن یعنی یک تنوع ایجاد شده باید. خب خوب است همیشه غذای آماده بسازیم که همیشه به یک شکل نباشه تغییرات برش بیاریم. باز هم به کمی آب جوش ضرورت داریم. بخاطر که آب کم شده بود گفته خودتان آب زیاد خورد برنج. بله خب بعض وقتا دوستا خودشان هم دیدن که وقتی که برنج آماده میسازن بعضی برنج های اندی هست که در آب بسیار کم آماده میشه ولی بعضی برنج های اندی دیگه هست که آب بسیار زیاد ضرورت داره. چی وقت میخواین که دمش بتین دیگه تمام شوه؟ خب یک چند دقیقه دیگه به می شکل به می حرارت باشه سرپوش دیگه میمونیم خورد هسته این سرپوش میمونیم به این شکل آماده میشه این سرپیش از زی دیگه هسته. خب برنج آسته آسته دم میگره آماده میشه. خب نوبت کچولو رو باید آماده بسازیم. خب البته امروز ما میخواییم برای کلان ها آماده بسازیم ولی شما که بخورده آماده میساختیم مرچ اضافه نکنیم. آه دیگه مرچ بخاطر که تون میباشه باز دیگه خوب نمیشه بر طفلا خوردن نمیتونن. خوردن نمیتونن باید که مرچ اضافه نکنه. مرچ دلمه هم میشه که اضافه بکنن داخلش. مرچ دلمه که مثلا مرچ دلمه خود درمون تیز نیست میشه که مرچ دلمه اضافه کنن بس. بله مرچ دلمه هم میشه که اضافه کنن. امروز مرچ دلمه هم استفاده میکنیم. خود دیگه نصف آمادش میسازی؟ بله. خب مرچ دلمه اگر خواستیم ما میتونیم از چند رنگش استفاده کنیم. به شکل غذا که آماده میسازیم یا کچلی که میخوایم آماده بسازیم رنگ بسیار خوبی میداشته باشه تحصیل بسیار خوبی میداشته باشه و به می شکل
خوبتر ما میتونیم این غذا رو آماده بسازیم. بادنجان رو میهم از و باز هم به خاطر از اینکه غذا کاملا میسازیم کچالو آبدار نباشه، باید که تخم بادنجان رو میره دور کنیم. یعنی تخمش نباشه، بدون تخم باشه؟ بله، بدون تخم. هر سبزی که خوش باشه میتونیم دوباره اینش اضافه کنیم، اما سبزی باشه که اگه با تفلا می باشه مناسب تفلا باشه. مناسب تفلا باشه، بله. خب نوبت نمک، کمی نمک هم اضافه میکنیم و خب زردچوبه هیچ اضافه نمیکنیم به خاطر که پودر کاری اضافه میکنیم یک کمی و باز هم میگم برای تفلا اگر آمده میساخته پودر کاری کم مصرف کنیم. رو هم تند است و یک کمک هم مرچ سیاه، بسیار کم، صرف به اندازه که خوشبویش زیاد کنه و باز هم ما این شکل مخلوط میکنیم. فرق از امرو با مش پوتیتوی است که او شیر رو فکر کنم اضافه میکنه، امرو با کدام مواد دیگه این داخلش سبزی اضافه میکنه، امرو با مساله های تند. بله، داخل از سبزی امرو با کمی مساله. خب مساله هم نظر و شب خلق است، کسایی که میخوان میتونن استفاده کنن، کسایی که نمیخوان هیچ اضافه نکنن. درجه حرارت که ماندین برنج کم کم جوش میخوره، درجه حرارت خو مهم نیست که چقدر باشه. خب تا وقتی که آبش خشک شوه باید که حرارتش به میاندازه باشه. وقتی آبش خشک متوسط است آل زیاد ماندیم و حرارتش که به خاطر باید که برنج کاملا آبش دور شوه از سر برنج و بعد از اینکه برنج شد حرارتش کم میکنیم. نوبت آماده ساختن کچالوس. شما میخواین که سر گاز آمادش بسازین اما داخل داش به خاطر که با تفلا باشه باز خوب تر است که داخل داش آماده بسازیم تا که روغن نداشته باشه. بله. یه دانه بشقاب اینجا میمونیم و یک دانه کاسه دیگر هم اینجا میاریم به خاطر تخم مرغ. مثل سخاری آمدش میسازین مرغ سخاری؟ بله. باره همین شکل مرغ سخاری باید باشه. خب تخم مرغ کنم رول اصلی دیگه نداره، صرف به خاطر از اینکه چهار طرفش تخم مرغ به خاطر اینکه تارد سخاری رو به خود بگیره سی عدد کافیست. اینجا میمونیم و نوبت میکسر. زردی و سفیدی چک جای مخلوط میکنین. به شکل مخلوط شد، کاملا باید که مخلوط شد دیگه، هیچ قسمتش دور نباشه از یکی دیگه. به شکل کاملا مخلوط شده یا آرد سخاری؟ اگر آرد سخاری نباشه میتونیم از آرد جو استفاده کنیم؟ بله، از آرد جو همیشه، ولی داخل بوتل یک رقم جو صدا میشه که به شکل دانه دار است، یعنی و ات یک شکلی را به خود داره که فکر کنید که بسیار شکل خوب است. نه؟ بسیار گندم به شکلی که گندم نرم ساخته باشیم بعد از او پرس شده باشه. یعنی واقعا نوع قسم است یا پوست گندم است؟ نه واقعا خودم جو است. خب این را اندازش هم خود ما میفهمیم که به چه اندازه جور کنیم. خب این را این قسمت میمونیم اندازش دیگه به دست خود ماست. بله، اندازش به دست ماست که ما به چه شکل میخوایم دیزاینش کنیم. اوقع سبزی که در یخچال می باشه میتونیم میده کنیم با کمی کچالو دیگه آماده میشه. آسان است، موادش هم ارزان است. موادش کاملا ارزان است، میتونه که همراه با یک کیلو کچالو بر ده نفر آماده بسازن.
هیچی بهتر است که بعضی میمونی ها که میباشه در میمونی هم آماده بسازن باز هم دیزاین خوب میمونی داشته باشه یعنی غذا رو ما میتونیم و چند شکل آماده خوب است که غذا هر طرف رفته میتونه بله خب شیرون بعضی فکر نکنن اما به خاطر گفتن هم به طفلات هم بره هم بره بزرگاست هم به مهمانی هاست دیگه خب یک بار در خانه برای اطفال امتحان کنن ببینن به چه شکل آماده میسن و میتونن که در بعضی مفلار که مهمانی میداشته باشن آماده بسازن برنج خوابش کم نمیشه که نسوزه نه هنوز هم آب دارم مولو میشه خب چی میشه که زردکش هم جوشاندگی باشه؟ از کچولو؟ بله خب اگر که جوشاندگی باشه وقتی که ما داخل حرارت روغن میباشه زردک هم نرم میشه ولی به این شکل اگر باشه فواید بسیار زیاد هم داره و مزه بسیار خوب هم میداشته باشه بازو کسایی که میخواین کچولو زردک کمی نرم باشه میتونن که کمک زردک جوش بتن و بعد از اون میده میده کنن بعد افلو قسمی خوب تر میشه بخاطر از اینکه نرم میباشه زردک بله و اگر خواستن که هیچ نرمش نکنن میتونن از ترشک بکشن هم رو با ترشک هم میشه که خورد خورد میده میده آماده بسازیمش مثل لوله کباب واره شکلش هست بله ولی این قسمت تخم مرغ مانده هنوز نوبت تخم مرغ نرسیده همیشه وقتی که آماده شد داخل آرد تخم مرغ میزنیم و بعد از داخل سوخاری و نوبت روغن میشه که روغن هم داخل دیگ اضافه کردیم آهسته آهسته گرم میشه دکان مانده یا آخریش بود؟ اینجا خودگاه هم زیاد هسته دیگر نمیخوام آماده میزنیم که برای یک چند نفر شد؟ خب یک دانه دیگه هم آماده میسیم که ده دانه شد بر ده نفر یا مثل همیشه بشه رو نگوین که نصفش کنین بخاطر کم است خودش یک دانه نه تو خوب باز بر اینجا هست خب این قسمت بر این نوبت عزیز که باید حرارت شکم کنیم کم کم میشه بخاطر از اینکه باز دیگه و وقتی کفش خشک میشه اگر زیاد باشه باز کاملا برنج میچسبه و میسوزه دیگه باز خودمو داخل برنج خام میمانه همیست که حرارت کم بانیم که کم کم برنج نم بگیره خب به شکل داخل تخم مرغ آرد سوخاری داخل یک کاسه دیگه اضافه میکنیم کسایی که وقت دارن برای 5 دقیقه داخل یخچال اگر وانن خوبتر میتونن آماده بسازن چرا داخل یخچال مستقیم چرا آمادهش نسازیم؟ به خاطر این وقت داخل یخچال میمونیم آرد سوخاری هم به خود میگیره خدا و خشک هم میشه و وقتی داخل روغن اضافه میکنیم داخل روغن پاش پاش نمیشه این آرد سوخاریش دیگه در روغن نمفته اما تو میباشه بله خب کمکی کاغذ بگیریم تا میتونیم خوبتر آماده بسازیمش خب به خاطر از اینکه برنج وقتی آماده ساختیم یک کمی از چهار طرف باید که در قسمت وسط بیاریم تا خوبتر دم بگیرم چقدر وقت باید بانیم که دم بگیره؟ ده دقیقه یا پنج دقیقه؟ خب کسایی که وقت دارن اگر 15 یا 20 دقیقه بانن خوبتر دم میگیره و کسایی که وقت ندارن میشه که برای 8 تا 10 دقیقه بانن مثل که ما وقت نداریم دیگه برنامه زنده است به او خاطر نمیشه که ما بانیمش دادم بگیرم قسم بله بشه جان مجبور است که باز دبش قابل کشش تا که دوستا ببینن چی رقم آماده شده بشیرون یک نفر حال خبر شد که برنج پخته کردی نه و میلی از آمد نه اموجا بود گه میزه؟ نه میفهم من خود اوجا نیستم من فکر میکنم که حتما مصروف بود خوب صحیح
خب میره هم به این شکل همیشه آماده میسازیم. همیشه آماده تر باشه به خاطر که زودتر ما میتونیم میره سرخ کنیم. آه در روغن کمتر سرخ شد داخلش به خاطر که پخته است. دوستای عزیز مواد لازم یادداشت بگیرین، بخش نکات برنامه رو ببینین، برمیگردیم با ما باشین. مواد لازم قبولی مکس سبزی: برنج 1 کیلو، زردک 3 عدد، فاصلیه 200 گرم، گلپی 150 گرم، مطر 100 گرم، پیاز 2 عدد، کنجد 50 گرم، مرچ سیاه و نمک قدر ضرورت. نتیجه یک تحقیق آمریکایی که در سال 2012 انجام شده نشان می‌دهد امکان آسیب دیدن پلاسانتا یا جفت در خانم‌های باردار که عادت به مصرف هفتگی 2 یا 3 گلاس آب انار دارند بسیار کمتر از سایر خانم‌های باردار است. محققان می‌گویند آنتی اکسیدان‌های فراوان موجود در آب انار جلو آسیب‌های احتمالی که رادیکال‌های آزاد موجود در بدن مادر می‌توانند برای جفت ایجاد کنند می‌گیرند و حتی می‌توانند باعث ترمیم سلول‌های آسیب دیده جفت هم شوند. دوست با شما هستیم. خب مواد لازم امروز چند بار نشر کردیم تا که بتونین خوبتر یادداشت بگیرین مواد لازمه تا که بتونین از این غذای خوشمزه آماده بسازین. بشه جان فکر میکنم که کچالو هم سرخ شد. بله. خب ضروری نیست که زیاد بانیمش، همه قسم که کمی پشتش رنگش تغییر کرد دیگه باید از داخل روغن بیرونش بکنم. بله یک کمی که رنگش تغییر کنه از داخل روغن بیرونش میکنیم که کاملا آماده است. با خاطر اینکه داخلش پخته کرده کس بشیران خوب کم هر رات ذره داره، اما ای که گفتین که داخل داشت آماده میسازین، داخل داشت باز چی رقم آماده میشه؟ این همی فکر کنین که همه قسم آماده شده داخل قالب چرب میکنیم دیگه سر روغن اضافه میکنیم کمی یا نه؟ بله یک کمی روغن اضافه میکنیم به خاطر اینکه کمی که رنگ روشن به خود بگیره. وقتی که به این شکل شد ما میتونیم خوبتر آماده بشکنیم. خب و حال نوبت ازی است که یارا باید به این شکل کمی که جدا کنیم دار بتیم تا یاش هم آماده شد و هر چهار طرفش را باید به یک اندازه سرخ کنیم. یم به کسایی که از گوشت خسته شدن و خوش را نمیاد من لوله کبابه که ببینن شکلش خوب است به خاطر اینکه خوب سرخ شده و جوش میتونن که از آماده بسازن. بله و جوش میتونن که از بس سبزیجات. خب سبزیجات هم کسایی که میخوان که از گوشت پرهیز کنن خدا و همیشه سبزیجات رو شون کنن میتونن که به این شکل غذای متنوع آماده بسازن. خود این همیشه که همیشه برای خود گلپی آماده بسازن و همیشه برای خود کدو شوله آماده بسازن. شوله شولم نمیشه که به امرو با شولم رژیم بگیریم دیگه باز بخی لاغر میسازم. من فکر میکنم اونمی کنجا ماندین شاید بفته درست شد. من خزمت کشید میری نمیمانم که زیر بفته. خب حرارت خاموش میکنیم به خاطر یک دانه دیگه مانده که باید این قسمت از این هم آماده شود. دیگه تمام شد. کدام تزین خو کار نداره؟ خب تزین خاص نداره. شما میتونه که به شکل استفاده کنی. خب نوبت برنج است که باید برنج هم داخل یک بشقاب تزین کنیم. گرچه خوب دم نگرفته به خاطر اینکه وقت کم داریم دوستان عزیز، اما شمایی که وقت داشتین از این غذای خوشمزه آماده میسه خوب باید که دم بگیر گفته بشیران. خب خود خانما هم میفهمن که برنج وقتی که دم بگیرم به قسم خوشمزه تر آماده میشه در ضمن از خوب دانه دارم معلوم میشه. بله خوب یک دیگه کلان بشه جان به این برنج گرفتین. هر چی که دیگه کلان باشه به این اندازه برنج خوشمزه آماده میشه. خوشمزه آماده میشه به خاطر اینکه همکارای ما به خدا زیاد هستن. همکارا خود نام خدا بخی زیاد هستن ولی داخل دیگه کلان نظر به این که همکارا زیاد است برنج کم است. از بویش پرسان نکنه واقعا خوشبوی است. سبزیش دیگه خودمون میتونیم انتخاب کنیم. ضروری نیست که حتما گفته بشیرین مطر باشه. میتونیم نخود اضافه کنیم. بعضی که نخود خوش دارن اما بعضی که باز خوش ندارن میتونن که از مطر استفاده کنن. خب که سبزیش قسمی که بشه جان گفت
خود ما تغییرات میتونیم بیاریم، هر چی که خودمون خواستیم میتونیم اضافه کنیم داخلش. بله خب دوستان عزیز، غذای خوشمزه امروز آماده شد. بشیرون غذا را آماده ساختن، در ضمن از یک غذا بر طفل آماده ساختن که بعضی مادرها اگر میخواستن میتونن که بدون مرچ برشان آماده بستن، در ضمن از سبزی استفاده کنن که جوشانده باشه. دیگه معلومات هم داشتیم براتون راجع به فواید آب زردک، امیدوارم که از این فواید مستفید شده باشین. بشیر جانم سخت فکر میکنم، شمایی که نتونستین برنامه رو ببینین، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که برنامه آشپزی را از طریق یوتیوب هم تماشا بکنین. با وقت خوش براتون میخوایم، مصر خوش، خدا نگهدار. تا برنامه بعد، غذای خوشمزه، خداحافظتان.